بعد از آنکه در چهار شهر و نواحی منطقه کولا وضع ورزشگاه ها از جانب کمیسیه شهادتنامه‌دهی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد سنجش قرار داده شد، کار کمیسیه در منطقه باختر ولایت ختلان ادامه کرد و ما نخست از ناحیه دوردست پنج دیدن کردیم. از روی انعنه نخست با راهبریت ناحیه و خوری سودمند انجام داده شد که در آن مسائل مختلف مربوط به برآمد دسته سرای کمر و البته وضع فعلی ورزشگاه مرکزی میدان خانگی دسته مورد صحبت قرار گرفتند. کمیسیون سروال با حالت چمنزار میدان که عین زمان در تعمیر قرار دارد شناس شد. با گفته رحمان مرتضایف، رهبر انشاءات‌های ورزشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، چند سال قبل وضع میدان کاملا خراب بوده با یگان طلبات جوابگو نبود، اما امروز وضع خیلی دیگر شده است. خوش دوستان عزیز، اینک هیئت کمیسیه با ورزشگاه ناحیه 5 با ورزشگاه خانگی دسته سرای کمر تشریف آوردیم. با حال حاضر یک قسمتی از مسئولین با مسئولین دسته و ورزشگاه در یک قسمتی ورزشگاه صحبت دارن و اینجا رحمان مرتضایف با مسئول ورزشگاه کارهای فهماندهی برده ایستاده است و ما حال حاضر کوشش میکنیم که با آنها هم صحبت باشیم و بدانیم که چگونه مشکلات در اینجا وجود دارد. خود چگونه مشکلی ها را شما در اینجا آشکار کردید؟ مشکلی ها هست، کم از جهتی که وقتی که 3 سال پیش من وقتی که آمده بودم و این ورزشگاه را قبول نکرده بودم، همه حالت دسته فیزکن با دسته اینا بازی جام تاجیکستان بود. من این ورزشگاه برای که در حالتی تماما خوب نبود، اگر ما اجازت میدادیم این کمبودی این شاتای ورزشی فدراسیون میشه، برای همین اجازت ندادیم و با اون صحبتایی که توصیه‌ای که پیشنهادی که من کردم و راهبر استادیون قبول کرده، کمکاری کرده، پیشبری کردن، من بیلیت در امروز خیلی خوب است و حاضر چی خیلی خودتون شاهد بودید. با وخری رئیسی ناحیه گفتیم که در اینجا کمی کم 20 ماشین قومی ایل در کار که من کانالایی که تازه دارن در تکیبش خواب دارد، هم قوم هم رو آورده از سیدکا بیخده میدان رو تماما پوشاندن در کار، مکان کنند که هیچ که مش نکنند. دیگر بعد از اون اول دارو پوشیدن در کار، خامو مسئلیت کردیم، این کسی گفتن که امروز پگه شرایط ها مهیا میشد، این دارو میپوشاند و بعد از همه کارو انجام یافتن پیش از چمپیونات موسم تاجیکستان یک هفته پیش از سرشدن کاتوک درآوردن، کاتوکی که 8 تنگه می 10 تنگه که همو چرخ کاتوک از همش آهنی باشد. خوب، خوش اون چیزی که در اینجا متخصص گفتن، شما امکانی انجام کردن دارید یا نه؟ وقتی آباد کردن همین ورزشگاه ما پورا توصیه گرفتیم، تازه کرده با قوم وای کرده کاتوک کرده دیگه کارو رو به انجام رسوندیم. به همون خاطر علف پورا حوزی گفته میتونیم که پورا میدان با علف دسترس شد، تامین شد. من بعدا با توصیه ها را گرفتیم، با قوم با وای میکنیم، هموار میکنیم دیگه کروی آبادونی را وای شروع. خب یک جزئیات دیگر است که البته اقلیم ناحیه 5 امکان میدهد که بر وقت‌تر در اینجا سبزه بدمد، درست است؟ بله، از جهتی که باد و هوای اینجا چی خیلی که من خودمون میدونیم گرمی بر وقت‌تر هست و در وقتی بهار حتی در ماه مارت این میدان اگر همو کارهایی که پیشنهادی که گفتیم و من همچون راهبری ورزشگاه قبول کردم و کارهای پیش بردن و با من همچون چند بار دیگه بود از اون اومدم رفتم میستم ایستاده بودم، پیشروی کار هست و یکی از و میدان های خوبی همین چمپیونات تاجیکستان که علاقه در یکم اپریل تیار است. خوش دوستان عزیز، اینک چگونه که متخصصین در اینجا عرض داشتن، همکنون از جانب متخصصین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و متخصصین محلی توصیه ها داده شدند و البته هر دو جانب هم امیدوار هستند که این ورزشگاه تا آغاز موسم آماده می شود و البته در پیش سنجش کمیسیه اوید با لطف
اتاقای لباس عوض کنی و دیگر جزئیات دیگر هم هستند. و گفته مسئولین اتاقای لباس عوض کنی ورزشگاه چندان مشکل ندارند و کمبودی جزئیه که اینجا آشکار شد برطرف شونده می باشند. مسئله اتاقای ورزشی، اتاقای لباس آویزی دیگه مسئله 100% وای درستن، همش جو با جوان یکون کم بودی، این مسئله قطعی نیست، یکون پرابلمه نیست. گفتنی هستم که دسته فوتبال سرای کمر نوحیه ما سالای طولانی این جانب در حیات دسته های پرقوات لیگ اول کشور برآمد دارد و سازوار جای های افتخاری گردیده است. موسم سال 2022 برای ما خیلی هم موسم خوب بود. دسته از در قطار یک گروه فوتبال بازان جوان برآمد خوب نمود. دلی هزارها هزار مخلصان را با بازی نجیب و غالب خود شاد گردوندند. موسم سال 2023 باشد ما علاقه به تیاری جهت برآمد آغاز نمودیم. علاقه زیاده از 20 نفر فوتبال بازان جوان به هیئت دسته دعوت گردیدند. شرایط ها برای مشورزی، برای آماده شدن دسته خیلی خوب است و ما باوری داریم که موسم سال 2023 برای ما با برار میگردد و در قطار غالبانی دسته های غالب لیگ اول مملکت جای میگیریم. بعد از آنکه هیئت کمیسیون از اتاقای لباس عوض کنی ورزشگاه هم دیدن کردن، ما کار خود را در ناحیه 5 به انجام رسانیدیم و اینک رسیپار شدیم به ناحیه جلال الدین بلخی. بعد شناسگاهی با وضع میدان در ناحیه 5 ما سفر خود را در ناحیه جلال الدین بلخی ادامه دادیم. در حضور رئیس ناحیه مسئله دستگیری دسته پنشیر و در کجا برگزار شدن بازی های خانگی دسته موضوع اصلی صحبت بودند. زیرا دسته پنشیر موسم های گذشته در ورزشگاه دیگری ناحیه بازی های خانگی خود را برگزار میکرد. سفر کاری ما در ناحیه جلال الدین بلخی ادامه کرد. ما نخست توانستیم که با رئیس ناحیه یک واخوری هم انجام بدهیم و باید بگویم که این واخوری خیلی یک واخوری سازنده بود و در آنجا مصلحت های مختلف اطراف دستگیری دسته پنشیر جلال الدین بلخی برگزار شدند و اگر همه آن چیزی که در اونجا گفته شد البته انجام با موافقانه خود رو بیابد، فکر داریم که دسته جلال الدین بلخی خیلی به قله‌های بلند میرسد. یک نقطه رو هم باید ذکر کنیم که امسال علاکی بودجه دستگیری دسته پنشیر جلال الدین بلخی به مراتب افزوده است. خوب، ما حال حاضر در ورزشگاه نوی ناحیه جلال الدین بلخی قرار داریم و باید بگیم که این ورزشگاه کاملا ورزشگاه نو است. سال 2022 به استفاده داده شده است و با گنجایش 16,000 مخلص و اگر در اینجا امکانی برگزار شدن بازی های خانگی دسته پنشیر باشد، فکر داریم که نور بالای نور است و حال حاضر هم رهبریت ناحیه و هم مسئولین کوشش دارند که بازی های خانگی خود را دسته پنشیر جلال الدین بلخی ماس انا در همین میدان برگزار کند. چگونه گفتیم این ورزشگاه همگی سال 2022 به استفاده داده شده قریب که به تعمیر نیاز ندارد، اما برای پورا آماده نمودن ورزشگاه به موسم نو برخی از کمبودی های کوچک را برطرف کردن ضرور است. این زمان رهبریت ناحیه جلال الدین بلخی تصمیم دارند که بازی های خانگی دسته پنشیر رو بین دسته های لیگه یکمی جمهوری تاجیکستان در همین ورزشگاه برگزار نمایند.
شما شاهد حال هستین که عین زمان کارهای آمادگی برای برگزار نمودن موسم فوتبال سال 2023 کارهای خمپوشی و داروپوشی در ورزشگاه ادامه دارد. ورزشگاه با تمام شرایطهای حاضر زمان ساخته و استفاده شد و به همه برای برگزار نمودن مسابقه های سطح جمهوری بین المللی موافقت میکند. خوشت فکر دارم که تا آغاز موسم اون کارهایی که در اینجا شده ایستادن به انجام میرسند. باور دارم که تا اخیر ماه فوریه آمادگی ها برای برگزار نمودن موسم فوتبال سال 2023 به انجام میرسد و کوشش می‌نمایم که تا آغاز موسم فوتبال ورزشگاه را با همه شرایط ها آماده نماییم. چگونه که از صحبت رئیس دریافتیم امسال تصمیم است که باز هم بودجه دست قوی تر شود. در بودجه نویه جلدون بلخی برای مزد معاش و کارهای سفربر برای سفربر نمودن دسته پنشیر به مسابقه های در مهمانی علاقه در سال 2023 تصدیق گردیده است. دسته پنشیر در موسم پر بد بازی نکرد، اما برای برآمدن به لیگ عالی دستن در کنار می باید کمی دیگر زحمت کشند. با استفاده از فرصتی در اختیار داشته، ما با دایرکتور کلوب پنشیر فرخ حسین زاده یک صحبتی هم انجام دادیم. ما که ورزشگاه ها دیدیم، خب دسته در چه حال است؟ نیت کردیم که از سرشوی سول، از پنجم ینوار دسته پررگی با مشق و تمرین مشغول است. تمام شرایط چیزی که از ما وابسته بود همه معیو است، فقط مشق، فقط نتیجه دیگر یگان کمبودی نیست. خود دیدید هم ورزشگاه تمام شرایط مهیا کرده شدند. دستگیری به واسطه خود رئیس نوحیه البته همه طرفا دیده می شود و تمام سعی و کوشش رو به اون روانه میکنیم که امسال دسته ما یک نتیجه خوب که ما چند این سال انتظار هستیم و اون نتیجه نایل شویم. این زمان دسته در میدان پیشینه نوحیه مشق میکنند؟ بله بله، حوزه چکلی که شما دیدید، حوزه ورزشگاهی اساسی زیر تعمیر، او ورزشگاهی کنان باشد، همه شرایط مهیا است، جایی که لباس عوض کنی و تمام آب گرم و خورک همه مهیا است، یگان کمودی نیست. خوش گفتن ممکن است که این ورزشگاه تا آغاز موسم آماده می شود پر و بازی های خانگی دسته پنشیر محض در اینجا برگزار می گردد. بله، وابسته از صحبت هایی که با رهبریت ورزشگاه ما گذراندیم، وعده دادن که تا سرشوی موسم ورزشگاه پر آماده می گردد. چی برتری های هست میان دو ورزشگاه؟ البته چیزی که نو باشد و خود برتری دارد و این تمامی جای لباس عوض کنید، تمامی جای نشستی مخلصان همه طرف خودی همه ورزشگاه البته برتری زیاد دارد. مخلصان بسیار خواستار آنند و پزمان آن هم شدند که دسته البته در لیگ عالی بازی کند. چی تصمیم های داریم امسال؟ بله بله، چی مخلصان، چی خودی دسته، چی رهبریت، ما تمامی سعی و کوشش به اون روانه کردیم، چون که جای پنشیر لیگ عالی است. برای شما موفقیت. رحمت کم و سلامت باشین. رحمت. اتاقهای لباس کشی دسته قریب که کمبودی ندارند، زیرا چنانچه گفتیم ورزشگاه سالی پر مورد استفاده قرار داده شده تا کنون در آن یگان بازی گذارنده نشده است. مسئولین دسته میگویند با موجودیت این گونه شرایط آنها باید به لیگ عالی برایند. برای عملی کردن این آرزو باشد این موسم به پنشیر تمام شرایط را مهیا کردند، مبلغ کافی و ورزشگاه نو زمانوی. بعد این اسفروزی ما رو در شهر باختر انتظار بودند. ما اینجا از ورزشگاه مرکزی شهر میدان خانگی دسته ختنان دیدن کردیم. در قیاس با همتایان خود رئیس شهر باختر ما رو در ورزشگاه نزدیک به محیط کاری قبول کرد. در این واخوری نیز صحبت اطراف دسته ختنان و وضع کنونی ورزشگاه پختکار رفت.
باید گفت این باخوری خیلی سودمند بود، زیرا غیر از وعده دستگیری دسته ختلان و پورا آماده نمودن ورزشگاه به موسم نو، اینچنین رهبریت شهر وعده تأسیس دسته فوتزال زنانه را هم به میان ماندند که قابل استقبال بود. در ورزشگاه پختکار این زمان کارهای تعمیری ادامه دارند. این میدان قریب که برای قبول بازی ها آماده است، اما مسئولین میگویند برخی از کمبودی ها را برطرف کنند. ما ماموریت بخش کار به جوانان و ورزش شهر بختر از تمام امکانات استفاده نموده، ورزشگاه مرکزی شهر بختر یعنی پختکار را برای آغاز مرحله چمپیونات جمهوری تاجیکستان اید به فوتبال آماده نموده شدیم. حالا مرحله اولی کارهای تعمیر و تجدید ورزشگاه رفته شده است. نیت داریم که تا آغاز مرحله پر را ورزشگاه را تعمیر و ترمیم نمیم. با گفته رهبریت کلوب، مشق همروزه دسته در یک قسمت میدان گذرانده می شود. یعنی در یک مورد هم کارهای ساختمانی ادامه می یابد و هم مشق دسته. اما تا کجا این چیز امکان دارد؟ البته خودی دستاندارکاران میدونند. دسته خطلان تمرین های خود را 23 ژانویه همین سال آغاز کرده است. تمرین های تعلیمی زمستانه خود را در ورزشگاه پختکار به انجام رسانیده ایستاده است. یک قسمت ورزشگاه با آمادگی کار و فعالیت برده شده است، در یک قسمت دیگرش باشد دسته تمرین های خود را میگذراند. خب این خلل نمی رساند کارهای آمادگی با تمرین دسته و یا که تمرین با کارهای آمادگی؟ دسته اساسا در ورزشگاه در یک هفته سه مرتبه تمرین میکند، سه مرتبه دیگر باشد با تالارهای ورزشی رفته در آنجا تمرین های خود را میگذراند. امروز در دسته از نظرگذرانی بازینگران نو جریان دارد و تا آغاز موسم هیئت کامل دسته از جانب ستاد مربیان معلوم خواهد شد. از دسته خطلان 8 بازینگر اساسی دسته را ترک کردند و 6 بازینگر نو به دسته آمده قرارداد تمدید کردند و باز یک چند نفر بازینگران دیگری هستند که در دسته تمرین کرده ایستادند و مربی ها آنها را آزمایش کرده بعدن میگیرند آنها را به دسته، یا اینکه نه معلوم نیست وزیرشته. با دیدن از ورزشگاه پختکار ما کار یک روزه خود را انجام کردیم و فردا از روی نقشه ما از میدانی دسته های ماهیر یابان و کوکتاش ناحیه رودکی دیدن میکنیم. در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یابان نیز هیئت کمیسیا را استقبال صمیمی گرفتند. صد یک صحبت با رهبریت مقامات اجرایی مسائل مختلف اطراف برآمد دسته ماهیر و آمادگی میدان خانگی دسته مورد بررسی قرار گرفت. خوشا که رهبریت ناحیه نیز به رشد ورزش به ویژه فوتبال در ناحیه خیلی ذوق‌مند بوده، برای آماده نمودن دسته و ورزشگاه چاره‌های مؤثر می‌اندیشند. ما نقشه داریم که در سال 2023 کلوب فوتبال ماهیر با یک آمادگی جدی موسم را به انجام رسانده، یکی از دسته های نمونه در بین دسته های لیگ یکم قرار گیرد. این زمان ما در ورزشگاه مرکزی ناحیه یابان قرار داریم، چه خیلی که مشاهده کردین علاقه کارهای آمادگی برای برطرف کردن کمبودی های جای داشته آغاز گردیدند و تا مرحله سرشوی آغاز بازی بین دسته های لیگ یک برطرف کرده می شود. اگرچه چمنزار ورزشگاه این زمان پر از آب است، اما با تکشین گشتن آن و کمپوشی شدن میدان آن برای استفاده قابل قبول می شود. اما خسرو بابابکوف می گوید اتاقهای لباس عوض کنی را تصمیمی نوسازی دارند.
پیش از همه در موسم سال گذشته ما مشاهده نمودیم که در خدی بوشیشگاه دسته کلوب فوتبال مویر که در ورزشگاه مرکزی قرار گرفته است شرایط های بود و بوشی دسته ها اونقدر خوب نیست و چطوره که در صحبت با نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی معلوم گردید ما تصمیم گرفتیم در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه یوون در نزد ورزشگاه مرکزی اتاق های نوی بود و بوشی دسته ها رو ساخته با استفاده دهیم و مرحله به مرحله یکی از ورزشگاه های ما یکی از ورزشگاه های نمونه در سطح کشور دانسته شود. هیئت کمیسیه در یوون نیز برای رفع کمبودی های جای داشته مصلحت و توصیه های خود را دریغ نداشتند و ما سفر خود را در ناحیه رودکی ادامه دادیم. چنانچه معلوم چمن میدان دسته کوکتوش در جمهوری یکی از بهترین سبزه های طبیعی بوده، بازی در آن و قولی دیگر یک کیفیت است. همکنون در دایره استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی خودی ورزشگاه از نوسازی می شود. دسته کوکتوش نوحیه رودکی بعد از یک سالی که در لیگ یکم ملی فوتبال جمهوری تاجیکستان بازی کردند باز به لیگ عالی جمهوری فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند و باعث افتخار است که امروز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی مبلغ زوری دسته دستگیری گردید و طبق نقشه چهارابینی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ورزشگاه مرکزی نوحیه از نوسازی کرده می شود و بیش از 12 هزار آدم یا تا 15 هزار اشتراکچی یا مخلصان جایگیر کرده می شود. کوکتوش بعد یک سالی برآمد در لیگ یکم دیگر بار به لیگ عالی برگشت و البته برگزاری بازی ها در لیگ عالی از مسئولین تأمین صفت و سطح دیگری ورزشگاه را در مجموع تقاضا میکنند. کارهایی که در گرد اطراف ورزشگاه پیش از سرشوی چمپیونات تاجیکستان از روی گفته اینها در تا 25 مارت همه اینجا انجام میدن و بعد از اون با آمده میبینیم تفسیه میتیم کمبودی ها باشد همکاری میکنیم. در این برنامه ما تشریف کمیسیه شهادت نمکنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در 5 شهر نواحی کشور که 4 شهر ناحیه و منطقه باختر ولایت ختلان تعلق داشت منظور شما گردانیدیم. اینک کمیسیه در ولایت ختلان کار خود را به انجام رسانید و امیدواریم همه آن کمبودی و نقص و علت هایی که از جانب کمیسیه آشکار شد تا آغاز موسم برطرف شده ورزشگاه ها برای قبول بازی ها به طور لازمه آماده می شوند. کار کمیسیه باشد در ولایت سرخ ادامه میکند و ما از نتیجه سفر کاری کمیسیه شما را در برنامه های بعدی آشنا میکنیم.